با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با ویژه برنامه پانوراما در خدمت شما عزیزان هستیم. در پانوراما می‌کوشیم فارغ از هر جریان فکری، سیاسی، حزبی و حتی مذهبی، شما رو با حقایق روز ایران و جهان آشنا کنیم. همونطوری که مستحضر هستید، در 17 شهریور ماه نیروهای تروریستی سپاه پاسداران توسط چند فروند موشک مقرهای حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران را مورد هدف قرار دادند. امشب و در این برنامه می‌خواهیم به بازخوردهای این حملات بپردازیم و می‌خواهیم بدونیم که آیا امریکا از این حملات اطلاع داشت یا نه و اصلا هدف از این حملات چه بود. برای پاسخ به این سوالات دعوت کردیم از عضو گروه رسانه‌ای وزارت امور خارجه امریکا آقای رحیم رشیدی که قبول زحمت فرمودن و در خدمتشون خواهیم بود. آقای رشیدی عزیز سلام دارم خدمت شما، در خدمت شما هستیم. درود به شما و از طریق شما به بینندگان خوبتون، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. خواهش میکنم آقای رشیدی، اگر آخرین وضعیت مقرهای حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران رو برای ما بفرمایید، الان وضعیت به چه شکلی هست؟ آیا سر و سامون گرفتن یا فعلا در حالت آماده باش و اضطراری به سر میبرن؟ اگر اجازه بدید من اینم در آغاز بگم. بله. و من به تسلیت میگم به این دوستان، به این رفقا، من بیشتر این شهیدان گرانقدر رو از نزدیک میشناختم، در برابر عظمت اونها سر احترام فرود میارم و به یکایک که این دوستان در واقع تسلیت میگم. اینا اگر تا دیروز عضو حزب دموکرات بودن، امروز عضو خانواده بزرگ کردستانن و شهیدان کرد و کردستان هستن. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با توجه به اینکه حزب دموکرات کردستان یک ریشه تاریخی داشت و جمهوری کردستان رو در سال 1946 همون گونه که شما مطلع هستین بنیاد نهاده بود و در این فاصله زمانی هم با حکومت پهلوی در واقع با تاج و تخت هم مبارزه پیگیرانه می کرد، همیشه یک حزب ریشه دار بوده، ارگنایز بوده، دارای تشکیلات و در واقع سازماندهی بسیار منسجمی در سطح ایران و به ویژه در سطح کردستان بوده. به همین دلیل حزب دموکرات با چنین ضربه های آشناست، همیشه در واقع جستش، در واقع بدن این حزب میتونه زخمی باشه، زخمی های عظیمی برداره، ولی این حزب به آسانی به زانو در نمیاد. به همین دلیل من فکر میکنم حمله اخیرم که در 8 در واقع سپتامبر 2018 علیه حزب دموکرات صورت گرفت، با توجه به اینکه ضربه بزرگی بود، دردناک بود، درد زیادی برای همه ما داشت، ولی همچنان این حزب پابرجاست. آقای رشیدی، اگر بخوایم دلیل قانع کننده ای رو بیاریم، هرچند برای کارهای تروریستی جمهوری اسلامی ایران واقعا ما نمیتونیم به غیر از ترویج خشونت و ترور و قتل دلیلی بیاریم، اما شما به عنوان یک روزنامه نگار و عضو رسانه‌ای وزارت خارجه امریکا چه دلیلی رو میتونید بیارید از این حملات؟ چه اهدافی پشت این حملات بود اصلا؟ ببینید، برای ارزیابی حمله موشکی سپاه پاسداران به مقرهای حزب دموکرات در کوی سنجق در اقلیم کردستان یا کردستان عراق، باید از 3 زاویه به این مسئله نگری. زاویه اول مسئله داخلی، زاویه دوم منطقه‌ای و زاویه سوم بین المللی. اجازه بدید که من از سومی شروع بکنم. بله. جمهوری اسلامی ایران زیر فشار جامعه بین المللیه. بعد از خروج پرزیدنت ترامپ از برجام یا این توافق هسته‌ای که در 2015 و در زمان باراک اوباما صورت گرفته بود، در پنجم، در واقع 8 ماه 5 می امسال، پرزیدنت اوباما از این قرارداد خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شد. شما می‌دونید که اقتصاد ایران در واقع داره فلج میشه. مرحله دوم این تحریم‌ها در ماه نوامبر امسال به اجرا در میاد. آقای روحانی در این هفته آینده برای نشست سران کشورها به سازمان ملل میاد و در این زمینه امکان داره که
به صورت مخفی با مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو داشته باشه. به همین دلیل نیازمند این بودن که یک کاری بکنن و یه جوری قدرت خودشونو به نمایش بگذارن. از طرف دیگه شما میدونید که روزها در نشست هلسینکی با آمریکا در واقع توافق کردن که جمهوری اسلامی ایران بعد از میلیاردها سرمایه گذاری در سوریه باید از سوریه خارج بشه. هر روز مهمات جمهوری اسلامی ایران، کادرهای بالای سپاه پاسداران در سوریه مورد حملات هوایی اسرائیلیا قرار میگیرن و همین دیروز در واقع پایگاه مهمات جمهوری اسلامی ایران در دمشق در سوریه منهدم شد و این مسئله بین المللی و شکست مطلق در واقع ایرانی ها در بعد منطقه. شما میدونید که شیعیان عراق در بصره کنسولگری جمهوری اسلامی ایرانو آتیش زدن، هرچند آتیش زدن کنسولگری و سفارتخانه ها جمهوری اسلامی ایران به مردم منطقه یاد داد. عکس‌های خامنه ای خمینی را پاره کردند و از لحاظ داخلی هم جنبش‌های اعتراضی هر روز رو به گسترشه. به همین دلیل من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی ایران باید یه جوری قدرت خودشو به نمایش می‌گذاشت و فکر می‌کرد که حزب دموکرات یا شرق کردستان یا کردستان ایران حلقه ضعیفیه که می‌تونه در این رابطه نمایش قدرت انجام بده. ولی آنچه که مردم کردستان در 12 سپتامبر یا 21 همین ماه در واقع از خودشون نشون دادن و این اعتصاب سراسری که به نمایش گذاشتن، در واقع جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه درک کرد، اگر قدرت درک داشته باشه، که او با تمام کردستان با حدود 12 تا 15 میلیون کرد در ایران روبروست که از این رژیم متنفرن، از سیاست‌های تروریستیش انزجار دارن و به همین دلیل من فکر می‌کنم که این نمایش قدرت جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه شده است. بله. آقای رشیدی، به نظر شما آیا نیروهای کردی از داخل خود اقلیم کردستان با نیروهای سپاه پاسداران در این حملات همکاری کردند؟ چون ما خبرهایی را هم داشتیم که برخی از این موشک‌ها از کرکوک شلیک شده. ببینید، من به نهادهای رسمی ایالات متحده یا آمریکا در واقع سر زدم، تماس گرفتم، با سخنگوی وزارت خارجه صحبت کردم و روز جمعه همین هفته گذشته در واقع مایک پومپیو وزیر امور خارجه در واقع یک کنگره روزنامه نگاری یا یک کنفرانس روزنامه نگاری اتخاذ کرد و در این زمینه صحبت های زیادی شد. اینکه در شرایطی که من در ابتدای سخنانم اشاره کردم، جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که پایگاه های نظامی خودش، سکوه های نظامی خودش یا سکوه های پرتاب موشک خودش رو در این مواقع در واقع نشون بده یا بهش اعتراف بکنه یا بگه مثلا سکوه های موشکی من در این جغرافیا و در این شهر و در این منطقه قرار داده. این یک مسئله. مسئله شلیک موشک ها 260 کیلومتر برد هوایی از ارومیه تا کویه، خب شما میدونید تمام پروازهای بین المللی در این خطوط قرار داده، پروازهای مدنی مد نظرمه. شما دبی در نظر بگیرید، قطر رو در نظر بگیرید، به ویژه استانبول رو در نظر بگیرید و میاد به طرف شمال آفریقا و اینا، از مصر و اینا هم گرفته. خب اینا روزانه ده‌ها و هزارها پرواز در واقع در این آسمان و در این مسافت میاد و میره و ترکیه ستلایت‌های بسیار قوی داره، رادارهای قوی داره، خود دولت عراق داره، ممکنه اقلیم کردستان داشته باشه که داره، چون دو تا فرودگاه بین‌المللی ما در سلیمانی و در اربیل داریم و دقیقاً کوه سنجق در میان این دو شهر قرار گرفته که نزدیکتر به شهر هولر یا اربیل پایتخت اقلیم کردستان. آمریکایی‌ها به طور مشخص رادار دارند و
آیا خب این خیلی سوال برانگیزه، در این مسافت چجوری این موشک ها میتونن پرتاب بکنن؟ به همین دلیل من نمیخوام در اینجا کنفرم بکنم یا بگم که معلومات خاصی دارم که میخوام بگم یا نمیخوام بگم در واقع. بله. ولی به این بحثم وجود داره که این موشک ها در واقع موشک های 260 کیلومتری نبودن، قدرت برد اونها 60 کیلومتره و از داخل عراق پرتاب شده، ولی خود ایرانی ها در واقع و هیچ کشوری تا حالا و نهادهای رسمی و نظامی آمریکا هم در واقع در این زمینه هیچ معلوماتی ندادن که این موشک ها از کجا شلیک شده. ولی یادمون نره که جمهوری اسلامی ایران تبلیغات وسیعی در رسانه های خودش را اندازی کرده که هم پیمانان جمهوری اسلامی ایران این موشک ها رو در اختیار دارن. یک هفته قبل از حمله موشکی به مقر مرکزی یا ناوندی حزب دموکرات، در واقع رویترز، آژانس رویترز اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران موشک ها رو در اختیار میلیشیاهای تروریستی شیعه قرار داده و بلافاصله وزیر خارجه عراق اینو تکذیب کرد. ولی اتفاقاتی که در این اواخر افتاده به ما میگه که حداقل جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به قدرت بیشتری در منازعه با آمریکایی ها در عراق ممکنه این موشک ها در اختیار هم پیمانان خودش قرار داده باشه. خب بحث امریکا پیش اومده رشیدی، آیا این حملات با رضایت و هماهنگی مقامات امریکایی صورت گرفته و یا اینکه نه کاملا ایران مستقل بوده و بدون هیچ هماهنگی این عملیات رو انجام داده؟ ببینید، اولا ایران کشور مستقلی نیست، اینها مثل قاجارها در واقع دارن هر روز خاک ایران و تمامیت ارضی ایران رو به باد فنا میدن و در حالی که مبارزین و آزادی خواهان ایران رو به عنوان تجزیه طلب یا این و اون در واقع متهم میکنن. شما دریای خزر رو ببینید چی بر سرش اومد، میلیاردها دلار از سفره خالی مردم ایران میدن به این چینی ها و روس ها که بتونن این کشتی های باربریشون رو براشون انشورانس بکنن یا بیمه بکنن. جمهوری اسلامی ایران، شما میدونید روسیه از پایگاه های هوایی نزدیک همدان در واقع موشکایی به سوریه شلیک کرد. بله. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران مطلقاً یک نظام مستقلی نیست و یک نظام فاشیستیه که برای ادامه حیات خودش دست به هر کاری میزنه. ولی اینکه آمریکایی‌ها در این رابطه من فکر نمی‌کنم هیچ هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران داشته باشن، به ویژه این ادمنستریشن، این حکومتی که ریپوبلیکن یا جمهوری خان که بر سر کارند میخوان فشار بیشتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بکنن. یادمون نره که دو روز بعد از حمله مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا با آقای نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان تماس گرفت و این موشک باران رو در واقع این حمله موشکی رو محکوم کرد و گفت این در راستای در واقع خرابکاری در اقلیم کردستان که آمریکا تنها دوستی که در واقع به طور مشخص در اون منطقه داره. و یادمون نره جمهوری اسلامی ایران خیلی مخالف برگزاری انتخابات پارلمانی حکومت اقلیم کردستان که در 30 همین ماه در واقع ماه سپتامبر قرار برگزار بشه و تبلیغاتش در واقع در رقابت‌های انتخاباتی شروع شده و جمهوری اسلامی ایران برای بی‌ثبات کردن کردستان هم همین کارو کرده. سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبرنگاری هفتگی خودش اینو بازم محکوم کرد و به همین دلیل به خاطر ثباتی که آمریکا می‌خواد در عراق به طور عموم و در کردستان به طور ویژه وجود داشته باشه، نه من فکر نمی کنم که این با هماهنگی کرده باشن با ایرانی ها که این شلیکا که این در واقع حملات صورت بگیره. بله. آقای رشیدی، در بیانیه‌ای که سپاه پاسداران بر حال اعلام کرده بود و مسئولیت این حملات تروریستی رو بر عهده گرفته بود، نکات کلیدی درش بود و یکی از این نکات این بود که این موشک ها
کوتاه برد بودن و همیشه ایران این ادعا رو داشته که موشک‌های دوربرد هم داره. آیا این یک پیامی برای همپیمانان امریکا مثل عربستان سعودی و اسرائیل در منطقه نیست که بخواد این پیام رو برسونه که هر نقطه ای رو که ما بخوایم میتونیم بزنیم؟ اتفاقا با این سرکشی که جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران از خودش نشون داد، چون شما میدونید سپاه پاسداران از خداشو که یک جنگی صورت بگیره یا خامنه‌ای بمیره که بتونه به صورت مطلق قدرت رو در ایران قبضه بکنه. بله. اقتصاد ایران دست سپاه پاسداران و شرکت‌های متعلق به این سپاه تروریستی در واقع تمام سرمایه جامعه ایرانو میبلعن. اتفاقا من با حدود 30 نفر از اعضای کنگره آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته دیدار داشتم. عکس‌ها و فیلم‌های این دیدارها پخش شده از هر دو حزب، از حزب دموکرات و از حزب جمهوری‌خواه. اونها میگفتند سیاست ما در رابطه با تحریم‌های، اتخاذ تحریم‌های سنگین‌تری بر علیه جمهوری اسلامی ایران نشون داد که مواضع ما و سیاست‌های ما درسته و رژیم جمهوری اسلامی ایران یک خطر جدی برای ما و برای همپیمانان ما در منطقه است. بله، این به صورت مشخص چنگون دندون نشان دادن به عربستان سعودی، در واقع به امارات متحده عربی، به اسرائیلیات و همین ماجراجوهای جمهوری اسلامی ایران، همین سیاست‌های تروریستی قاسم سلیمانی در منطقه است که همین بازیگوشی‌های جمهوری اسلامی ایران که حتی باعث یک اتحاد منطقه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی ایران شده و اینم میتونه یک پیغام دیگه‌ای باشه. ولی جمهوری اسلامی ایران شکننده است در داخل خودش. یادمون نره که اعتصاب سراسری کردستان یک بار دیگه یک رفراندومی بود در کل ایران برای مشخص کردن مسئله سیاسی در کردستان، چون خواست مردم کردستان نه اقتصادی نه معیشتی بود، کاملا سیاسی بود، بر علیه سیاست اعدام و سیاست موشک پراکنی و سیاست تروریستی جمهوری اسلامی ایران که در گذشته هم مردم کردستان متحدانه اینو از خودشون، این چهره از خودشون نشان داده بودن، در حالی که جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت فکر نمی کرد که با درخواست احزاب ریشه کردستان و این مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در این وسعت در واقع است که ایلام و کرمانشاه گرفته تا خود سلماس و ماکو مردم کردستان اعتصاب بکنن بر علیه سیاست های تروریستی جمهوری اسلامی ایران. شما میدونید که برای شریف باجور که یک فعال محیط زیست بود در مریوان همین اتفاق صورت گرفت. شما میدونید برای کاک ابو که خوراک و مواد غذایی برای زلزله زدگان کرمانشاه ارسال میکرد ولی شهید شد و بله. مردم چه کار کردن؟ این همبستگی حداقل در کل ایران برای مردم کردستان یک افتخاره و یک شکست مطلق برای جمهوری اسلامی ایران. بسیار عالی. آقای رشیدی، همیشه مقامات امریکایی خودشون رو حامی مردم ایران میدونن، اما ما بارها و بارها شنیدیم که همین مقام‌های بلندپایه امریکایی اذعان داشتن که ما خواهان تغییر نظام در ایران نیستیم. آیا این یک تناقض در حرف‌ها نیست؟ ببینید، با توجه به شکست سیاست آمریکا در افغانستان و حتی در عراق، آمریکایی‌ها به این فکر نیستن که بخوان همین سیاستی که در عراق اتخاذ کردن یا در افغانستان اتخاذ کردن یک بار دیگه در منطقه تکرار بکنن. بله. ولی این ادمنستریشن، این حکومتی که در واشنگتن بر سر کاره، و آقای جان بولتون که اکنون مشاور امنیت ملی آمریکاست، از دوستان نزدیک بنده است، از بارها من ایشون رو ملاقات کردم، با ایشون مصاحبه داشتم، حتی ایشون فکر میکنه نباید آمریکا اجازه بده که جمهوری اسلامی ایران 40مین سالگرد حیات خودشو جشن بگیره. در واقع شما به جنرال ماتیس که پنتاگون رو در اختیار داره، وزیر دفاع، قبل از این که به عنوان وزیر دفاع به در واقع انتخاب بشه، می گفت که حکومتی که از داعش خطرناکتره جمهوری اسلامیه. و خود دونالد ترامپ هم که می دونید در مواضعش در رابطه با ایران چی هستش،
آمریکایی ها به طور مشخص من که با اونها در واقع ملاقات کردم، مصاحبه کردم، در کنگره های روزنامه نگاری شرکت کردم. آمریکایی ها به دنبال اینن که در داخل ایران اتفاقی بیفته، برعکس در واقع پرزیدنت اوباما، این ادمنستریشن، این حکومت از جنبش های داخلی مردم ایران دفاع میکنه. اونها میگن ما کمک میکنیم به مردم ایران که بتونن رهبران دلخواه خودشون و نظام دلخواه خودشون در ایران انتخاب بکنن، و به نظر من این چیز خوبیه. و این فشارهای اقتصادی در این راستاست که سیاست های تروریستی جمهوری اسلامی، قدرت تروریستی جمهوری اسلامی، قدرت دخالت جمهوری اسلامی در منطقه رو کاهش بدن، چون وقتی که اقتصاد به این صورت بد باشه، جمهوری اسلامی نمیتونه این همه گروه های تروریستی و مثلا حوثی های در یمن، حزب الله در لبنان، حشد شعبی یا میلیشیای شیعه در عراق اینجوری تقویت بکنه و پول و لوجستیک و اسلحه در اختیار اونها قرار بده. و این ممکنه در دراز مدت باعث رشد جنبش های داخلی بشه که غیر قابل پیش بینیه، و در این صورت ایالات متحده آمریکا از این جنبش ها دفاع خواهد کرد. شما همین نزدیک خودتون مصر رو در نظر بگیرید که در طول یک سال دو بار انقلاب در این کشور صورت گرفت، و اگر جنبش سبز در سال 88 خورشیدی وقتی که بعد از انتخابات به میدان اومد، این جنبش میلیونی، برعکس مصر، پرزیدنت اوباما در این باره سکوت کرد و هیچ اظهار نظری نکرد. ولی خب اگر آمریکایی‌ها دفاع می‌کردن، ممکن بود که این باعث سرنگونی جمهوری اسلامی بشه. به همین جهت من فکر می‌کنم ممکنه جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خودش رو بکنه که با جامعه غربی و به ویژه با آمریکا کنار بیاد، و ما اینو در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دیدیم، جام زهری که خمینی نوشید و صلح کرد در واقع با عراق بعد از 8 سال جنگ ارتجاعانه. خب ممکن این اتفاق خب نتیجه شیمشای رشیدی اگر این توافق صورت بگیره، و من اگر اجازه بدید من حرفم رو بفرمایید، و ما احزاب سیاسی باید روی این متمرکز باشن، جنبش های داخلی. بله. که هیچ قدرتی، هیچ دیکتاتوری، هیچ نظام سرتاپا مسلم نمیتونه با جنبش های مردمی و با جنبش های ملی و اعتراضی و میلیونی مردم مقابله بکنه. و به نظر من جامعه ایران کم کم داره به این سو پیش میره. خب آقای رشیدی، اگر مقامات جمهوری اسلامی ایران و آقای روحانی در این سفرشون جام زهر را بنوشن و تسلیم بشن، چه اتفاقی برای حکومت ایران میفته؟ چه اتفاقی برای مردم ایران میفته؟ ببینید، آمریکا به طور مشخص 12 بند رو در واقع اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران باید به اینها ملتزم باشه، پایبند باشه. خب بله. جمهوری اسلامی با شناختی که ما داریم، با تاریخی که این نظام از خودش نشون داده، سال 57 به این ور، به این پابند نخواهد بود، و خروج آمریکا هم از برجام یا از این همین قرارداد اتمی در واقع به خاطر همین مسائل بود. این نظام یادتون نره میگفت اگر مثلا راه قدس از کربلا میگذره، این نظام میگفت اگر مسلمانان همه جمع بشن یک کاسه آب بریزن بر سر اسرائیل، اسرائیل غرق میشه. رهبر این نظام هر سخنرانی در طول این 40 سال کرده، چه خمینی چه خامنه ای، همیشه از دشمن و از تهدیدات دشمن و از دشمن تراشی صحبت کردن. اگر اینها پابند باشن به نظام بین المللی، به قوانین بین المللی، یعنی جمهوری اسلامی دیگه وجود نداره. و این همه نفرت پراکنی که کردن، حتی نمیتونن که نیروهای خودشون رو در واقع راضی بکنن، ممکنه کودتایی صورت بگیره. و به نظر من ما همیشه باید امیدوار باشیم به جنبش مردم، به خواسته های مشروع مردم، و باید احزاب سیاسی در کردستان که ما در این زمینه هیچ مشکلی نداریم، باید در بلوچستان هم تا حدودی، در اهواز هم تا حدودی، این در واقع مناطق دیگه ایران هم که باید سازماندهی بیشتری بکنن، مردم خودشون رو ارگانیز بکنن و کار تشکیلاتی بکنن که این قدرت همبستگی مردم میتونه هر نظام دیکتاتوری که قبلا هم اشاره کردم به زانو در بیاره. خیلی ممنونم از شکر رشیدی. به عنوان سوال پایانی، بازخورد این حملات در کشورهای اروپایی و امریکایی چی بوده؟ آیا
هیچ بازخوردی داشته که مردم امیدوار باشن به اینکه فشارهای بیشتری به مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد میشه؟ ببینید، حمله های موشکی در واقع همان گونه که اشاره کردم جسته خسته حزب دموکرات زخمی کرد، ولی باعث یک همبستگی ملی میان کردهای خارج از کشورم شد. بانزایی که در واقع در این حزبم وجود داشت، تمام اعضای طرفین با هم دست در دست هم در واقع تلاش کردند که بعد فاجعه و بعد کار تروریستی جمهوری اسلامی رو بهتر به نحو احسن به نمایش بگذارن. همین امروز ما در واشنگتن در واقع یک جلسه یادبود با شکوهی برای احترام گذاشتن به این شهیدان راه آزادی داریم صورت میدیم. تظاهراتی صورت گرفته، شما میدونید وزارت خارجه فرانسه به طور مشخص این حملات رو محکوم کرد، آمریکا محکوم کرده، در واقع کنسولگری بریتانیا در اربیل محکوم کرده، احزاب در واقع اقلیم کردستان تا حدود زیادی محکوم کردند. در اروپا هم به همین صورت بوده و به این روند داره به پیش میره و این حملات تروریستی باعث اتحاد بیشتری در میان مردم کردستان شده. خیلی ممنون و متشکر. رحیم رشیدی، عضو گروه رسانه‌ای وزارت امور خارجه امریکا، سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون. خب دوستای عزیز و گرامی، وقت برنامه ما هم کامل به اتمام رسیده. شب و روز خوش. خدا یار و نگهدارتون.